امام دستور تدارک مراسم انتخابات ریاست جمهوری را صادر کرد. این بره زمان شاهد رقابت تنگاتنگی بین تمامی گروه ها و احزاب بود. اسلامگرایان در دو حزب اصلی تجلی می‌یافتند. حزب جمهوری اسلامی که مهمترین اعضای اسلامگرا را در خود داشت، کسانی چون سید محمد بهشتی، سید علی خامنه ای، هاشمی رفسنجانی، باهنر، موسوی اردبیلی و تعدادی دیگر. گروه دوم جبهه اسلامگرایان را اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تشکیل می‌دادند. اعضای این سازمان که تأسیس آن به قبل از انقلاب باز می‌گشت، در آن زمان نیروهای اصلی سپاه پاسداران را تشکیل می‌داد. در کنار جبهه ملی به رهبری کریم سنجابی که نهضت آزادی ایران به رهبری مهدی بازرگان از آن جدا شده بود، سازمان مجاهدین خلق به رهبری مسعود رجوی قرار داشت. سازمان کمونیستی پیکار از سازمان مجاهدین خلق جدا شد. در طرف دیگر حزب توده بود، تنها حزب کمونیستی ایران که پس از چندی گروه اکثریت چریکهای فدایی خلق از آن جدا شدند و خود این انشعاب به چند قسمت دیگر تقسیم شد. اما روشنفکران چه راستی چه چپی جایگاه آنچنانی در بین مردم نداشتند که کاندیدایی برای ریاست جمهوری معرفی کنند. رقابت بین مسعود رجوی، رهبر سازمان مجاهدین خلق، و تیمسار مدنی به راه افتاد. مدنی استاندار خوزستان که جایگاه مردمی خود را پس از پاکسازی خوزستان به دست آورد. همچنین ابوالحسن بنی صدر که وزیر خارجه دولت موقت بود، و حسن حبیبی از اسلام گرایان، و جلال الدین فارسی کاندیدای حزب جمهوری اسلامی بود که اصرار داشت کاندیدای غیر معمم معرفی کند، همانطور که بعدها محمد علی رجایی را کاندیدای دوره بعدی کرد. امام کاندیداتوری جلال الدین فارسی را لغو کرد، چون مادرش افغانی بود و قانون اساسی نص صریح داشت که کاندیدا باید از پدر و مادر ایرانی باشد. امام خمینی مسعود رجوی را از صف کاندیداها کنار زد، چون از رأی دادن به جمهوری اسلامی خودداری کرده بود. لذا رقابت اصلی بین بنی صدر و حسن حبیبی بود که میتوان گفت کاندیدای حزب جمهوری هم بود، و در نهایت بنی صدر رأی آورد. بعد خودی ها گاهی اعتراض میکردن، یه دی با بنی صدر ساخت و پاخت کرده بودن، جریان‌های ملی‌گرا و لیبرال و غیره با او همراه بودند. جریان‌های منافق احیاناً با او همراه بودند. بعضی از آخوندها و روحانیت هم تحت تأثیر او قرار گرفته بودند. یا حدس می‌زدند اگه جریان مقابل، مخصوصاً جریان مرحوم آیت الله بهشتی رضوان الله تعالی علیه و اون وقت حزب جمهوری اسلامی که در رأسش آیت الله خامنه‌ای، آقای هاشمی رفسنجانی، شهید باهنر، آقای موسوی اردبیلی. بنی صدر خود را به عنوان اقتصاددانی قدرتمند و بی‌نظیر نشان داد که می‌تواند اقتصاد ورشکسته و وضع نابسامان معیشتی مردم را که از قبل و از زمان شاه به قهقرا رفته درمان و اصلاح کند. او در زمان کاندیداتوری تأکید زیادی داشت بر این که در نوفل‌لوشاتو کنار امام بوده است، و این باعث شد که در بین مردم تحصیل کرده ایران جایگاهی برای خود باز کند. جرأت نمی‌کردم که عرض کنم که بگم رأی به بنی صدر ندید. کسانی که از من خصوصی میپرسیدن گفتم آقای دکتر حبیبی رأی بدید. حتی مقاله نوشتم تو روزنامه جمهوری اسلامی هست که از دو خوب خوبتر. همین هم به من اعتراض میکردن که تو چطور نوشتی از دو خوب خوبتر، مثلا نوشتم فرض کن به جا بنی صدر مثلا فلانی. امام خمینی همان گونه که بعدها پسرش حاج احمد آقا گفت به حسن حبیبی رأی داد، ولی به کسی این را نگفت تا بگذارد مردمش هر کرا میخواهند انتخاب کنند. مشارکت امام در انتخابات به قدری بود که بنی صدر را انتخاب نکرد، ولی فقط به خانوادهش گفته بود که میخواهد به چه کسی رأی دهد. البته رأی ندادن به بنی صدر و آزاد گذاشتن. ایشون میتونستن جلو او رو بگیرن، مانع نشدم که او انتخاب بشه. ترجیحشون اون نبود.
بله باز دنبال همین دخالت نکردن بود، برای اینکه قانون این بود که رئیس جمهور را تشخیص وقتی داد، یعنی خود رهبر امضا کرد که این میتونه رئیس جمهور بشه، و اون میاد و رأی مردمه، امام او را و دیگران را قبول کرد، امضا کرد، او هم در مردم طرفدار داشت، در پاریس هم یه آدم مبارزی بود، سوابق خوبی داشت، امام امر را به مردم واگذاشت، هیچ وقت امام در امور مردم دخالت نمی کرد. و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران و از بهشت‌های مختلف ایران، خصوصا متفکران و دانشمندان و احزاب اسلامی و سیاسی و قوای انتظامی، می خواهم که در این لحظات حساس و سلام علی عباد الله الصالحین روح الله الموسوی خمینی، من یک کلمه به آقای بنصر تذکر میدم که این یک کلمه تذکر همه هست. حکم دنیا رأس و کل خطیئه، من از آقای بنصر میخواهم که ما بین قبل از ریاست جمهور و بعد از ریاست جمهور در احوال ایشان تفاوتی نباشد. تفاوت بودن دلیل برزر نفس است. به قرآن مجید سوگند یاد می کنم که به قانون اساسی وفادار باشم و همواره برای اعتلاء ایران و برای بهبود وضع زندگی مردم کشورم با تمام قدرت بکوشم. دلیلی هم ندارد که ما به این کوشش انسانی نپردازیم. وقتی مردم ما این همه صفا و صداقت چه در انقلاب و چه پس از انقلاب از خود نشون دادن و با چنان وفاداری و پایداری، با تنفیذ حکم ریاست جمهوری، بنی صدر با متحدینش متشکل از چپی‌ها و روشنفکرها جنگ سردی را علیه گروه اسلامگرایان به راه انداخت که 9 ماه طول کشید و این جنگ بیشتر به خاطر انتخاب وزرا و کادر دولتی منتخب او بود. این امر دولت را از شکلگیری واقعی خود باز داشت. مجلس شورای اسلامی شاهد اختلافات شدیدی بود و اغلب رسانه‌ها شرح آن را برای عموم نقل می‌کردند. این اختلافات بین اقلیت نمایندگانی که حامی بنی صدر بودند و اکثریت آنها که حامی اسلام گرایان و پیروان حزب جمهوری اسلامی بودند جریان داشت. بنی صدر اصرار داشت که نخست وزیرش را از روشنفکران انتخاب کند و اکثریت نمایندگان با او مخالفت کردند.
بنی صدر نام سید احمد خمینی را به عنوان کاندیدای نخست وزیری در برابر کاندیداهای حزب جمهوری اسلامی مطرح کرد و روزنامه‌اش انقلاب اسلامی تبلیغ آن را کرد. وی نامه‌ای برای امام خمینی به این مضمون فرستاد: آیت الله العظما حضرت امام خمینی، رهبر انقلاب اسلامی ایران، با توجه به اوضاع کنونی مملکت و از آنجا که جامعه ما یک جامعه جوان است و تکاپوی مثبت به تولید و حرکت دارد و از آنجا که بخش معنوی و انقلابی حرکت دهنده اصلی است، لذا بنده آقای حجت الاسلام سید احمد خمینی را بهترین گزینه برای تصدی منصب نخست وزیری می دانم و به نظرم موافقت جناب عالی عین صواب است. جواب امام خمینی بسیار سریع آمد: بسمه تعالی، قصد ندارم که فرزندانم پست بگیرند. احمد خادم ملت است و در این مرحله اگر آزاد باشد میتواند به گونه ای بهتر خدمت کند. و السلام علیکم. مجلس شورا جلسه سه جانبه برای گفتگو با رئیس جمهور برپا کرد و لیستی شامل 14 کاندیدا برای نخست وزیری به او ارائه داد. بنی صدر نام نیمی از آنها را خط کشید و 7 نفر از آنها باقی ماندند. او به مجلس گفت: به هر کدام از این 7 نفر که می‌خواهید رأی دهید. مجلس در جلسه غیرعلنی این مسئله را پیگیری کرد و آقای محمد علی رجایی بالاترین رأی را آورد و بالاخره بنی صدر نخست وزیری رجایی را امضا کرد. در حالی که اغلب معتقد بودند که حکومت به طور مساوی بین لیبرال ها و اسلام گرایان تقسیم شده است. اصلا انقلاب رو، انقلاب اسلامی رو قبول نداشتن، دفتر بدی داشت. ثانیاً با دولت و مجلس سازگار نبود، میخواست نظر خودش رو تأمین بکنه، حاضر نبود نظر مجلس رو بپذیره. خب مجلس باید کامینه رو قبول بکنه. سر فرد وزرا ما دائما نزاع داشتیم. روابط بین رئیس جمهور و نخست وزیر سست و گاهی به طور نامحسوس سرد. بنی صدر شکایت خود را با مردم در میان گذاشت و در میتینگی که به یادبود رهبر جبهه ملی محمد مصدق در دانشگاه تهران برپا شده بود نطقی کرد. در این میتینگ همه گونه افراد بودند، از پیروان جنبش‌های روشنفکری تا چپی‌ها و ملی‌گراها، و در اینجا بود که بنی صدر اعلان تشکیل جبهه ملی را داد، در واقع برای رویارویی با نخست وزیرش رجایی و حزب جمهوری اسلامی. امام خمینی دستور تشکیل کمیته‌ای داد که این معضل را بررسی و حل کند. این کمیته از 3 نفر تشکیل می‌شد: یکی نماینده امام، دیگری نماینده بنی صدر و سومی هم نماینده مخالفین او بود. امام به بنی صدر، رجایی، بهشتی و هاشمی رفسنجانی تأکید کرد تا کمیته نتیجه نهایی را اعلام نکرده است هیچ گونه نطق یا مصاحبه مطبوعاتی انجام ندهند، ولی بنی صدر برخلاف این امر عمل کرد و خبرگزاری رویتر از او گفتگویی را پخش کرد به این مضمون که بنی صدر مردم ایران را از خطر سلطه رژیمی دیکتاتوری شبیه نظام شاه برحذر می دارد. But it was all set up to prevent me replying. That is why I asked Khomeini to publish a notice in which he officially guaranteed that I would leave parliament alive after my reply. Que je peux sortir vivant du Parlement après ma réponse. من که وقت میگم که مثلا اینطور صحبت ها نباید بشد، اینطور حرف ها نباید در کجا گفته بشد، نمیگم که اختناق است. هر چی میخوان بگن و هر چی میخوان انتقاد کنن، انتقاد غیر توطئه است. لحن توطئه با لحن انتقاد فرق دارد. انتقاد از اموری است که سازنده است، لکن یه وقت لحن انتقاد نیست، لحن تضعیف جمهوری اسلامی است.